به هارتاک خوش اومدین. من زینب بداوی هستم. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل قرار همین ماه برگزار بشه ولی امسال به خاطر همینگیری کرونا به صورت مجازی برگزار میشه مهمان من دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هست در زمانی که سازمان ملل 75 مین سالگرد تاسیسش رو اعلام میکنه آقای گوترش معتقده که ویروس کرونا باعث شیوع نفرت شده و چند در دنیا تضعیف شده چرا آیا دبیر کل این سازمان قدرت کافی رو داره که در این زمینه کاری انجام بده؟ جناب دبیر کل آقای آنتونیو گوترش به هارتاک خوش اومدین شما در ماه مه گفتین که ویروس کووید 19 باعث بروز سونامی نفرت، هراسافکنی و مقصر انگاری در دنیا شده چرا فکر میکنین که این ویروس باعث ظهور بدترین خصلت بشر شده؟ well, all, enormous... قبل از هر چیز خوشحالم که دوباره مهمان هارتاک هستم به نظر من کووید 19 شکنندگی بیش از حد دنیای ما رو بهمون به نشون داد. یه ویروس بینی کوچیک تونسته همه ما رو به زانو در بیاره. و من معتقدم علت اصلی اینه که کشورها نتونستن بیان کنار هم و با هماهنگی و اتحاد با کرونا روبرو رو بشن. سازمان بهداشت جهانی نمیتونه کشورها رو مجبور کنه، فقط بهشون توصیه میکنه. و نتیجهش هم این میشه که میبینیم ویروس از شرق میره به غرب، از شمال میره به جنوب و در موج دومش دوباره برمیگرده. عدم هماهنگی مؤثر بین کشورهای جهان و اختلاف شدید دولت ها رو حالا وقتی کنار ضعف و شکنندگی کلی بشر بذارید نتیجهش میشه یه همهگیری نابود کننده با عواقب مخرب اقتصادی و اجتماعی بنابراین تنها راه مبارزه با این بیماری فقط همدلی و کار هماهنگ البته این پاسخ شما مشخصا پرسش منو پوشش نداد اینکه چرا کرونا منجر به بروز سونامی بیگان ستیزی و نفرت و افکنی شده ما یه دشمن مشترک داریم به اسم کووید 19 یا باید علیه این دشمن متحد بشیم و اونو از بین ببریم و کنار هم برای مبارزه وایسیم و یا باید از این ویروس شکست بخوریم و منتظر بشیم که چرخه این بیماری چهار پنج یا حتی هفت سال دیگه هم طول بکشه و موج عظیم رکود اقتصادی رو بر تمام دنیا غالب کنه هنوزم دیر نشده و وقت این کار رو داریم که بیام این بیماری رو در دو سال آینده تا حدی مهار کنیم و اطمینان پیدا کنیم که دوباره به وضعیت عادی برمیگردیم علاوه بر این از فرصت کرونا برای بازسازی ساختارهای جوامع و الگوهای اقتصادی جهانی استفاده کنیم و اونا رو به گونه دوامدارتر نوسازی کنیم. آقای گوترش من درک می کنم که شما به خاطر موقعیتتون شاید نتونین به طور مشخص به کشور خاصی به عنوان مقصر در این زمینه اشاره کنین. ولی ببینین وقتی کسی در منصب و مقام شما به سراحت میگه که در دوره کرونا شاهد بروز نمونه های پوپولیس و بیگان ستیزی بودیم قاعدتا باید مثال های مشخصی توی ذهنش برای این مسئله داشته باشه. خب نمونه ها مشخص هستن. در همین یک ماه گذشته چندین نمونه از فوران این موارد ملی گرایانه رو شاهد بودیم که به نظر من برای مبارزه با کرونا مضر هستند مثلا اگر ایالات متحده و چین به جای انتقاد از هم با هم همصدا بشن اگر کشورهای شمال یعنی کشورهای توسعه یافته ظرفیت هاشون رو و همگراییشون رو با کشورهای جنوب یعنی کشورهای در حال توسعه به شکل موثرتری تقسیم کنند، وضعیت بهتر میشه میدونیم که در کشورهای پیشرفته چندین تریلیون دلار بودجه تامین شده که اقتصادشون رو دوباره راه بندازن و این در حالیه که کشورهای در حال توسعه این تمام رو ندارن از اونها حمایت مالی نشده و امکانات کافی برای طرحهای نجات اقتصادی ندارند. زمان اون فرار رسیده که این اختلاف و واگرایی و ناسیونالیسم دور اند بشه و همه کنار هم باشند. خب، حالا نگرانی شما از وضعیت رابطه ای آمریکا و چین رو در کنار نقد های زیادی که در مورد عملکرد روسیه هم وجود داره قرار بدیم. به کارهایی که دولت این کشور در بلاروس انجام میده واقفیم. در کل تا چه حد نگران این هستیم که رقابت های بلغوه بین مراکز قدرت دنیا از کنترل خارج بشه؟ من معتقدم ما باید به سمت یک نظام جهانی چند قطبی حرکت کنیم ولی به جای اون الان چیزی که داریم اینه که دو تا اقتصاد اصلی بزرگ تحت عنوان آمریکا و چین هستند که دو تا دنیای مجزا رو شکل دادن دو تا اقتصاد مجزا با قواعد تجاری مختلف دو تا اینترنت کاملا جدا با راهبردها و نظامهای هوش مصنوعی متفاوت دو تا قدرت با راهبردهای نظامی و ژئوپلیتیک جداگانه و همه اینا میتونه تهدید بزرگی برای کل بشریت باشه. شکی نیست که اختلافات زیادی وجود داره که باید بررسی بشن ما باید یه نظام جهانی مبتنی بر قواعد داشته باشیم یه نظام اقتصادی یک پارچه جهانی با مقررات یکسان که همه بهش احترام بذارن و برای رسیدن به این هدف هم همه دولت ها باید تلاش کنند این تلاش کاملا ضروری است برای اینکه بتونیم از گسست جلوگیری کنیم بتونیم مانع دو قطبی شدن و اختلاف بشیم اختلافی که نمیذاره با چالش های بزرگی که روبرومون هست مبارزه کنیم در حال حاضر نمونه بعضی از همین چالش ها کرونا هست تغییرات آب هوایی است خیلی ضعف ها و اوضاع شکننده ای وجود داره و اگه بخوایم به همین سمت دو قطبی کردن دنیا قدم برداریم و جهان رو به یه گروه دو تیمی یا جی تو بدل کنیم که بعدش هم عملا میشه جی سفر باید بگم که دیگه کار هممون تمومه ولی به نظر میاد که قضیه فقط محدود به رقابت اقتصادی بین قدرت های بزرگ نمیشه اخیرا بو، استاد دانشگاه تینکوای چین گفته که رابطه آمریکا و چین در وضعیت سقوط آزاده یعنی رقابت بین این دو قدرت مشخصا میتونه خطرناک باشه مثلا توی همین روزهای اخیر شاهد مانورهای نظامی هر دو کشور در دریای جنوبی چین بودیم که میتونه یه نقطه بلقوه درگیری باشه و در کنار اینها انتقادهایی هم از چین میشه مثلا در مورد اعمال قوانین امنیتی خودش در هنگ کنگ برخوردش با اقلیت مسلمان اویغور و موارد دیگه شما احیانا این نگرانی رو دارین که ممکنه شاهد افزایش شدید تنش بین این دو قدرت باشیم؟ من یه درگیری بین این دو قدرت رو منظورم تنش نظامیه در کوتاه مدت پیش بینی نمی کنم ولی وقتی شما دو تا قدرت اقتصادی و تکنولوژیک که کاملا مجزا و نامتحد دارید و این اختلاف اونقدر عمیقه که دنیا رو به دو قطب جدا تقسیم میکنه همین طبیعتا خطر رویارویی نظامی و ژئواستراتژیک استراتژیک رو در بلند مدت بالا میبره ما باید مانع بروز یک جنگ سرد جدید بشیم جنگ سرد کلا چیز خوبی نبود زعفا و چالش هایی که همه ما به عنوان جامعه بشری باهاش روبرو هستیم ما رو موظف میکنه که نگاه مشترکی داشته باشیم البته شکی نیست که کشورها نظامهای سیاسی و تجاری متفاوتی دارند اختلافهای گوناگونی وجود داره و طبیعیه که باید در مورد اونها بحث کنیم ولی اونچه که به شدت ضروریه اینه که همه کشورها باید در جهت یک مبارزه متحد با چالشهای مشترک بشریت هم نوا بشن خب بعضیا معتقدن در موضوع رقابت آمریکا و چین چین همین حالش هم برنده شده یکی از دیپلمات های سابق سنگاپور که در حال حاضر یکی از پرنفوذترین نظریه پردازه آسیا به حساب میاد ماه پیش توی همین هارتاک به من گفت که همهگیری کرونا فقط داره شتاب جابجایی قدرت به سمت شرق رو بیشتر میکنه و البته این جابجایی قبل از کرونا هم شروع شده بود شما این ارزیابی رو قبول دارین؟ به نظر من این وسط کسی برنده نیست اختلاف باعث برد کسی نمیشه بلکه فقط همه رو بازنده میکنه البته روشنه که مناسبات قدرت دچار تغییرات پیشرونده ای شده و شاهد نوعی از انتقال پویایی اقتصادی از غرب به شرق بودیم ولی من همچنان معتقدم ما زمان کافی داریم که بیاییم نظام جهانی رو چند قطبی کنیم مدلی که درش آمریکا رو داریم چین اتحادیه اروپا هند ژاپن و چندین بازیگر مهم دیگه و در فضایی که چند قطبی هست میتونیم یه نظامی داشته باشیم که چند جانبه گرایانه است و در اون شرایط به راحتی میتونیم اختلافات رو حل کنیم و اینجوری همه سود میبرند اینکه که بیان بگیم با ایجاد دو قطب و بر مبنای اختلاف کسی این وسط برنده نایی هست این به نظر من هیچ معنی نداره و یه مصیبت تمام خواهد بود آقای دبیر کل شاید از دید شما یه مصیبت تمام باشه ولی فکر نمی کنین به هر حال همین الانشم این تبدیل به یه واقعیت شده وقتی که همین هفته دیدیم که وزیر خارجه چین وانگی از کشورهای اروپایی دیدار میکنه هممون میدونیم که چین در مسئله رکود جهانی خیلی کمتر از بقیه آسیب دیده و الان داره رشد اقتصادی رو تجربه میکنه. حتی اگه این رشد در مقایسه با گذشتش زیاد نباشه. فکر نمیکنین چین الان داره از همون نفوذ اقتصادیش در جهت جذب کشورهای مختلف غربی استفاده میکنه؟ واضحه که در این زمینه یه رقابتی وجود داره ما باید از ادامه این رقابت جلوگیری کنیم ما باید نظامی رو پیاده کنیم که دولت درش رقابت کنن ولی در یه چارچوب مقرراتی مشترک و مشخص در یه نظام اقتصادی جهانی که همه توش سهیم هستن و همونطور که گفتم قطبای متنوعی داره و میتونن با هم رقابت کنن ولی در این حال به مقررات مشترک احترام میذارن در این چارچوب باید شرایط لازم برای حاکمیت مشترک جهانی فراهم بشه تا بتونیم برای چالش های مشترکمون راه حل پیدا کنیم اگه کنار هم نیستیم نمیتونیم با تغییرات آب و هوایی مبارزه کنیم اگه هر کی بخواد خودش به تنهایی دنبال چیره شدن به مسئله تغییرات آب و هوایی باشه فقط شاهد فاجعه برای همه خواهیم بود همینطور اگه متحد نباشیم نمیتونیم فضای مجازی جهانی رو ساماندهی کنیم و ما باید منتظر خطر جنگ های سایبری در آینده باشیم. So you خب الان که مسئله نیاز به ایجاد مقررات مشترک جهانی رو اینقدر با تاکید و استدلال بیان میکنین بذارین این سوال رو بپرسم که تا چه حد خسته و ناامید میشین وقتی میبینین که قدرت بزرگ این قواعد رو واقعا زیر پا میذارن؟ در این زمین مشخصا نمونه بلاروس به ذهنم میاد که در حال حاضر مایه نگرانی زیادی شده ما الکساندر لوکاشنکو رو داریم که در انتخابات نهم اوت برنده شد خیلی ها از جمله اتحادیه اروپا گفتن که انتخابات آزاد یا عادلانه نبوده روسیه متحد بزرگ لوکاشنکو داره ازش حمایت میکنه چقدر حس یست در شما ایجاد میشه وقتی میبینین که قدرت های بزرگ اون قواعدی رو که شما خیلی واضح و گویا از اهمیتشون حرف میزنین رایت نمیکنن وقتی که به مسئله بلاروس نگاه می کنم روشنه که بحران و اختلاف عمیق داخلی رو در اونجا می بینم هیچ بحرانی رو نمیشه با دستگیری معترضان و سرکوب تظاهرات حلش کرد به نظر من بلاروس یه مورد قابل توجه که حتما باید گفتگوی ملی درش پیگیری بشه تقاضای من هم از رئیس جمهوری این کشور اینه که اهمیت این موضوع رو درک کنه و همچنین از اپوزیسیون بلاروس هم میخوام اگر رئیس جمهوری به سمت گفتگوی ملی حرکت کرد اونا هم همکاری کنن این گفتگو باید حتما بین خود بلاروسی ها و مستقل از بازیگران خارجی باشه و تلاش کنند که راهی برای خروج از بحران پیدا کنند تا کشور رو متحد کنند. همونطور که گفتم راه حل این بحران دستگیری مردم نیست. زمانش فرار رسیده که قبول کنیم که در قرن 21 دیگه جایی برای مفهوم زندانی سیاسی نباید باشه و هیچ کس نباید به خاطر عقاید سیاسی بازداشت بشه. و همین الان گفتین که این گفتگو باید بین نیروهای سیاسی داخل خود بلاروس باشه. آخر هفته پیش بود که آقای پوتین به تلویزیون دولتی روسیه گفت من نقل قول مستقیم میکنم. آقای لوکاشنکو از من خواست که گروهی از نیروهای ذخیره پلیس را برایش در نظر بگیرم و من ولاد ولادیمیر پوتین این کار را انجام دادم ما توافق کردیم که البته این نیرو را تا زمانی که اوضاع بلاروس از کنترل خارج نشده وارد عمل نکنیم به نظر میاد این چیزی باشه که شما طبیعتا باید رد کنیم همونطور که گفتم این بحران رو نمیشه با تدابیر پلیسی و بگیر و به بند حل کرد تنها راه گفتگوی بین نیروهای سیاسی داخل بلاروس هست You... میتونین مشخصا و قویا این نوع دخالت رو که آقای پوتین علائمش رو نشون داده رد کنین؟ خیلی ها دنبال دخالت در مسئله بلاروس هستن من مخالف هر نوع دخالت در این کشور هستم و خواهان این هستم که نیروهای داخلی خودشون بحران رو با تکیه بر گفتگو حل کنند. باشه. حالا این حرفای شما رو خیلی دیگه هم بیان کردن. ولی فکر نمی‌کنین که این حرفا باید با یه نوع اقدام همراه و تقویت بشه؟ مثلا الان لیتوانی، لتونی و استونی هر سه شون یه فهرست سی نفره از مقام های بلاروس از جمله خود آقای لوکاشنکو رو تحریم کردن چون حس میکنن که اتحادیه اروپا در این خصوص داره به نوعی شل برخورد میکنه آیا شما موافق اعمال یه نوعی از تحریم علیه سران حکومت بلاروس هستین؟ من همیشه با اعمال تحریم های یک جانبه مسئله دارم. ما معتقدیم که هر نوع تحریمی باید در سطح سازمان ملل تصمیم گیری بشه و در خصوص بلاروس من باور دارم چیزی که الان نیاز هست ایجاد شرایط لازم برای پیدا کردن راه های دموکراتیک مبنی بر گفتگو هست و از هر تلاشی هم در این زمینه استقبال خواهد شد ولی بازم میگم باید یه جوری باشه که فقط گروه های بلاروسی در تصمیم گیری و حل بحران نقش بازی کنند درسته آقای دبیر کل ولی همزمان میبینیم که نظام چند قطبی که شما در موردش هشدار میدین از مدت‌ها پیش شکل گرفته بذارین اشاره کنم به نتیجه پژوهش که موقوفه کارنگی برای صلح انجام داده این اندیشکده با نفوذ آمریکایی اخیرا هشدار داده که چند قطبی شدن شدید در نظام جهانی باعث از هم گسیختن چندین دموکراسی در دنیا شده از هند تا لهستان گرفته تا ترکیه و آمریکا اینکه همیگیری کرونا باعث افزایش عدم تحمل دیگری شده شما اینو تایید میکنین و مشخصا میخوام پاسخ شما رو در خصوص موضوع عدم تحمل در مبحث جنبش ضد نجات پرستی سیاه پوستان در آمریکا بشنوم متاسفانه باید بگم که در این دنیای امروز با بحران نبود ارزش های روشنگری دست و پنجه نرم میکنیم بحران نبود منطق و در این فضا هست که شاهد ظهور یا تقویت تفکرات و اعمال پوپولیستی، دیگر ستیزی، ناسیونالیستی و نجات پرستانه هستیم و نجات پرستی مشخصا از همه اینها منزجر کننده تره. چون انکار انسانیته، من خیلی از گستره وسیع حضور نجات پرستی در دنیای امروزمون متعجب هستم. حتی داخل خود سازمان ملل هم این مسئله وجود داره به همین خاطر خودم دنبال این هستم که یه فکر جدی برای چگونگی مبارزه با نجات پرستی از داخل سازمان خودم داشته باشم چون مبارزه با این مشکل همه جا باید در اولویت قرار بگیره مسئله نفرت پراکنی و تبعیض نژادی هم چیزی که باید خودمون رو آماده کنیم باید ارزش مردم سالارانی رو که مبتنی بر یک پارچگی اجتماعی هستند تقویت کنیم باید به این فهم برسیم که تنوع یه سرمایه اجتماعی نه یه تهدید ولی برای اینکه این تنوع بدل به عامل پیشرفت بشه باید سرمایه گذاری عظیمی در زمینه ادغام اجتماعی صورت بگیره باید کاری کنیم که هر کدوم از گروه های جامعه احساس کنند که هویت اونا مورد احترام هست و همزمان به جامعه به یک کل تعلق دارند و تبعیضی علیه اونا اعمال نمیشه. البته همه اینا نیازمند کار از طرف دولت ها، مسئولین محلی، جامعه مدنی و نیروهای جوان هست و من امیدم اینه که نسل جوانی که الان داریم خیلی جهان وطنی تر از نسل من فکر کنه و ذهن بازتری داشته باشه و تفکرات نجات پرستاره رو از خودش دور کنه. امیدوارم جنبش که از طرف گروه های جوانان را اندازی شده و به منظور مبارزه برای برابری جنسیتی، ریشکن شدن نجات پرستی، توقف خشونت علیه زنان، حل مسئله تغییرات آب و هوایی و همه اینا فعال شدن گسترده تر بشه. در واقع اینکه که می بینیم جامعه مدنی توسط این جوونا به شکل پویا داره هدایت میشه باعث میشه خوشبین تر بشم حتی با اینکه در دوره هستیم که میبینیم نظام های دموکراتیک ما توسط تفکرات غیرمنطقی و منکر ارزش های روشنگرانه دارن تضعیف میشن بله شما گفتین که خواهان این هستین که مردم فارغ از هر ریشه ای که دارن تو هر جای دنیا بتونن راحت زندگی کنن آمریکایی های آفریقایی تبار فقط 14 درصد جمعیت ایالات متحده رو شکل میدن در حالی که یک سوم کل زندانیان آمریکا از این نجات هستند. به نظرتون یه آمریکایی سیاه پوست در جامعه امروزی آمریکا اون حس امنیت و راحتی رو داره؟ روشنه که ایالات متحده دارای یه تاریخچه و میراث خاصی در این زمینه هست. هممون مسئله آپارتاید و جداسازی نژادی در جامعه آمریکا رو یاد داریم. بعدش مبارزه برای جامعه مدنی، جنبش مارتین لوتر کینگ و بقیه داستان. بنابراین یه سابقه و میراثی در این زمینه توی آمریکا وجود داره که دقیقا اهمیت سرمایه گذاری عظیم روی این موضوع رو برجسته میکنه اینکه تلاش بشه شهروندان آفریقایی آمریکایی این کشور احساس کنند که کاملا به این جامعه تعلق دارن ولی وقتی اتفاقات امروزی رو در آمریکا می بینیم اعتراضاتی که میشه البته باید ازان کرد که ایالات متحده تلاش های عملی بزرگ و امیدوار ای رو هم برای اصلاح این مسئله به خرج داده یادمون هم باشه که نجات پرستی فقط توی آمریکا نیست در کشور خود من پرتغال که یه پیشینه استعمارگری داره ما مسئله شاهد هستیم ولی الان این مشکل بیشتر توی آمریکا موضوعیت داره باید تمام تلاش این باشه که اطمینان حاصل کنیم همه با هر نژادی که دارن امکان زندگی راحت با بقیه رو در همه جای دنیا داشته باشن و احساس کنن ارزش ها و هویتشون محترم است همینطوره ولی پرسش من به طور مشخص در مورد آمریکاست شما خودتون الان اونجا ساکنین اعتراضای مربوط به کشته شدن جورج فلوید رو شاهد بودین اخیراً که تیراندازی به جیکوب بلیک رو در ایالت ویسکانسین داشتیم آیا به نظرتون جامعه آمریکا داره با مسئله نژادی دست و پنجه نرم میکنه؟ مبحث نژاد توی همه کشورها مسئله است. آمریکا هم یکی از اوناست. آمریکای مردم سالاری پرتحرک و پویا هست که یه میراث خیلی پرماجرا و پر اتفاقی داره. در مورد میراث که همه چی رو قبلا گفتین که البته این کار رو سخت میکنه به خاطر همینه که میگم سرمایه گذاری در مورد مسئله ادغام اجتماعی و رویارویی با تبعیض خیلی مهمه و حیاتیه. گفتین که حتی داخل خود سازمان ملل هم مسئله نژادپرستی وجود داره. اینو میتونین توضیح بدین؟ ببینید توی سازمان ملل افرادی که هستن از جاهای مختلف سراسر دنیا اومدن برای همین بعضی وقتا ممکن شاهد تفکرات نجات پرستانه و رفتارهای مختلف تبعیض آمیز باشیم این رو مثلا در بحث پیشنهاد ارتقای کارکنان میتونیم ببینیم ما باید قبول کنیم که این مسئله وجود داره و اقدامات لازم رو برای حلش به کار بگیریم تا به این اطمینان برسیم که سازمان ملل از داخل خودش شروع میکنه و به عنوان الگو برای احترام متقابل بین افراد از هر گروه نژادی قومی و مذهبی عمل میکنه خب میتونین به موارد مشخصی از افراد اشاره کنین که پیشنهاد ارتقای شغلی اونا مطرح شده ولی مثلا به خاطر رنگ پوستشون رد شده باشن نمونه های خیلی زیادی داشتیم از افرادی که در این زمینه شکایت داشتن و دفاتر انضباطی و تحقیقاتی ما بررسی کردند مشکلاتی در این زمینه هست که باید حل بشن شکایت هایی که باید بهشون توجه بشه ببینید یکی از مشکلات مربوط به نژادپرستی اینه که خیلی ها هنوز قبول ندارن که اصلا نجات پرستی رواج داره خیلی ها انکارش میکنن و همین بعضا مبارزه موثر با نجات پرستی رو خیلی سخت کرده چکیده ای حرفای شما تاکید بر چند جانب گرایی و پیروی قدرت ها از قبایل مربوط به اونه ولی مثلا وقتی به دولت آمریکا و خروجش از چند جانب گرایی نگاه میکنیم چیز دیگه میبینیم میبینیم اول قدرت ها و اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو استفاده میکنن مثلا از تحریم تسلیحاتی علیه لیبی چشم پوشی میشه یا مثلا توافق مهم اسرائیل و امارات صرفا با وساطت آمریکا شکل میگیره میخوام بگم شما دارین از اهمیت موضوعی دفاع میکنین که اصولا نمونه عینی و عملی اون رو در رفتار قدرت های بزرگ امروز نمیبینیم و باید بگیم کلا چند جانبه گرایی منسوخ شده اینطور فکر نمیکنید نه به نظر من نشده اگه مثلا یه نگاهی به کمکهای انسان دوستانه چند جانبه بندازید متوجه میشید این یه موفقیت چشمیره و به نظر من سازمان ملل در کانون این حرکت ها قرار داره از طرف دیگه به موضوع ماموریت نیروهای حافظ صلح در نقاط مختلف دنیا توجه کنید. همیشه این امکان برای همه فراهم بوده که بتونن از سازمان ملل به عنوان یک سکو برای تبادل نظر استفاده کنند. یعنی نهایتا سازمان ملل جایگاهی که میتونه همه رو دور هم جمع کنه و این فقط مختص دولت‌ها و سیاستمداران نیست. بنابراین من معتقدم که چند جانبه گرایی هنوز زنده است. I is not خب شما در مورد نیاز به این چند جانبه گرایی حرف میزنید سازمان ملل قرار به زودی 75 سالگرد تاسیسش رو جشن بگیره ولی بیاین مثلا یه نگاهی بندازیم به مسئله تهیه واکسن کرونا و واکنش قدرت های بزرگ به این موضوع شما خودتون در مورد قاطی شدن ناسیونالیسم با مسئله تهیه واکسن هشدار دادین و به وضوح گفتین که کشف واکسن باید یه تلاش جمعی باشه ولی به هر حال شاهد هستیم که هر دولتی داره راه خودش رو میره این مسئله باید خیلی خیلی باعث ناامیدی شما بشه نه ناامید نیستم ولی نگرانم و بعضی وقتا خشبین ما چند ماه پیش یه ابتکاری تحت عنوان کوواکس رو با مشارکت سازمان بهداشت جهانی، گروه واکسنسازی گاوی و نهادهای مختلف دیگه از جمله بانک جهانی را انداختیم. این ابتکار هنوز ادامه داره و هدفش هم کشف و تولید واکسنی هست با منفعت جمعی جهانی. یه واکسن برای همه مردم و به نظرم این روی کرد چیزیه که همه لازم دارن دنیا لازم داره البته متاسفانه این تر با کمبود بودجه روبرو هست من میبینم که خیلی کشورها دنبال تأمین و تولید واکسن برای خودشون هستن و هنوز نمیدونن که تا همه با هم در امان نباشن هیچ کس نمیتونه در امان باشه من شدیدا خواستار حذف زمینهای ناسیونالیستی در تولید واکسن هستم درک می کنم که کشورها نگرانی های خاص خودشون رو در مورد سلامت عمومی مردمشون دارن ولی این نگرانی هر چقدر باشه باید به اونا اجازه بده که هرچی رو که در زمینه واکسن به دست میارن با کشورهای ضعیفتر که دسترسی یکسان به امکانات ندارن تقسیم کنند. در این حال بذارید روشن کنیم که هنوز نمیدونیم این واکسن چه زمانی در دسترس خواهد بود اگر هم باشه نمیدونیم که چقدر مؤثره و این خودش یه دلیل است که به این درک برسیم که بدون همدلی و هماهنگی در سطح جهانی کووید 19 رو نمیتونیم شکست بدیم مایک راینز یکی از متخصصین شرایط اضطراری در سازمان بهداشت جهانی نکته ای رو مطرح کرده که ویروس کرونا ممکنه هیچ وقت از بین نره خیلی خلاصه لطفا فکر میکنین باید خودمون رو برای همزیستی با کرونا آماده کنیم خب امیدوارم این اتفاق نیفته ولی باید بگم که این فرضی همگیری بومی کرونا محتمل و مبتنی بر یه سری شواهد هست باز همینم هم یه دلیل دیگه است که ما نباید هر کدوم مسیر جدایی رو بریم و باید بفهمیم که اگه میخوایم کرونا رو کن کنیم این کار رو فقط و فقط با همکاری و هماهنگی میتونیم انجام بدیم آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل سپاسگزارم که از دفترتون در نیویورک مهمان هارتاک بودیم باعث افتخار من بود